به نام خداوند متعال. امروز سخنران محترم ما پروفیسور رضا مصطفی سبزواری هستند که در این نشست حضور دارند. آیه دکتر رضا مصطفی سبزواری استاد دانشگاه علامه طباطبایی بزرگترین دانشگاه تخصصی علوم انسانی ایران هستند. ایشان در سال 1354 شمسی در دانشگاه تهران از پایان نامه خود تحت عنوان تصحیح انتقادی شهر و تحلیل دیوان مولانا عبدالرحمن جامی دفاع کرده و درجه دکتری در زبان و ادبیات فارسی گرفته اند و یک سال پیش از آن به پیشنهاد دانشگاه ابو ریحان بیرونی آن زمان به آن دانشگاه منتقل شدند که آن دانشگاه بعدن در دانشگاه بزرگ علامه طباطبایی ادغام گردید. سپس مراحل ارتقاء دانشگاهی را گزراند و در حال حاضر پایه 37 مرتبه استادی است. در سال های 1370 تا 1373 به عنوان استاد مدو در دانشگاه های دهلی جامعه ملی اسلامی و جواهرلال نهرو در دهلی تدریس می کردند و در همین مدت در هند بنیاد گزاری و سرپرستی طرح بزرگ تالیف فرنگ های فارسی هندی را با همکاری استادان ارجمند دانشگاه های هند مانند دکتر جاوا، پروفیسر شاستری، پروفیسر مجیب رزوی، پروفیسر چندر شکر، دکتر محمد موسلین، دکتر یونس جعفری به عهده داشتند که تا سال 1382 سه مجلد آن انتشار یافته است. آقای دکتر مصطفی در سال 1385 به عنوان استاد نمونه کشوری از سوی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری از ریاست جمهوری وقت ایران به دریافت جایزه و تقدیر نامه نائل شدند. علاقه شان به هندوستان و تحقیق دربار پیوند های فرهنگی آنجا با ایران سبب گردیده تا دو کتاب نیز با عنوان های یادگار هندوستان و نیز پیوند های فرهنگی ایران و هندوستان تالیف کنند که اولی منتشر شده است و دومی در انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی زیر چاپ است. سخنرانی بر موضوع تجزیه و تحلیل تاریخ بهکی به پردازند. ما همین می دونیم که تاریخ بهکی در نصاب کارشناسی ارشده ما شامل است و تاریخ بهکی که با عنوان تاریخ مسعودی نیز ازان یاد می شود که تالیف ابوالفضل محمد بن حسین بهکی است. من از استاد محترم خواهش می کنم که ایشان سخنرانی خود شان را آغاز بفرمایید. به نام آن که هستی نام از او یافت. تجزیه و تحلیل یک متن کهن و ارزشمند به نام تاریخ ابوالفضل بیهقی که میبینید این را، این چاپ جدید هست از این کتاب. پیشاپیش از دعوت کنندگان این جانب برای این سخنرانی از فارسی، همچنین از فارسی دانان و فارسی زبانان و فارسی پژوهان و استادان عزیز سرزمین دانش پرور هندوستان بزرگ که به خاص آنان این گونه برنامه های به اصطلاح ما مجازی نه حضوری برگزار می گردد سپاسگزاری می کنم و به ویژه از جناب دکتر چندل شکر و همچنین آقای پروفسور راجندر کمار مدیر گرامی و ارجمند زبان و ادبیات فارسی دانشگاه دهلی که انتخاب موضوع هم به خواست و تأیید آنان صورت گرفته قدردانی می کنم و سپاس می گذارم. این دعوتنامه است که آقای دکتر برای من فرستادن.
در میان متون نثر بسیار زیادی که از ادبیات پارسی از گذشته های دور به جا مانده است، یکی از ارزشمندترین آنها تاریخ بیهقی است که در دو بخش درباره آن سخن خواهم گفت. در دو قسمت سخنرانی من شامل دو قسمته در همین مدت 45 دقیقه‌ای که فرمودن. الف، معرفی کوتاهی از تاریخ بیهقی، معرفی کوتاه، و ب، تجزیه و تحلیل و نمودن، نشان دادن ارزش‌های گوناگون این متن ارزشمند. نن و به مناسبت یادآوری می‌کنم که من بنده توفیق داشتم سالهایی در دانشگاه گرانقدر دهلی به صورت رسمی و با مأموریت دانشگاهی از دانشگاه خودم، یعنی دانشگاه علامه طباطبایی، در سالهای 1370 که فرمودن تا 1373 شمسی، یعنی حدود نزدیک به 30 سال قبل، و همچنین اشتیاقم به هندوستان عزیز سبب گردیده که تا کنون دو کتاب تألیف کنم تحت عنوان یادگار هندوستان. این یکی هست، علاقه من به هند سبب شده، یادگار هندوستان، یادگار هندوستان، که در این کتاب همونطور که روش نوشتم 32 جستار درباره فرهنگ و تمدن شبه قاره هندوستان، که فرهنگ بسیار عظیم و قوی دارد، که این کتاب در سال 1380 که اینجا ذکر شده است منتشر شده، یعنی 10 سال پیش. کتاب دیگرم در باب هندوستان در اسمش هست ایران و هندوستان. این یکی بود یادگار هندوستان، اون هست ایران و هندوستان. الف، در سه قسمت بحث میکنم این قسمت رو. الف، معرفی کوتاهی از تاریخ بیهقی، خیلی کوتاه. تاریخ بیهقی تصنیف ابوالفضل محمد ابن حسین بیهقی، دبیر دانشمند و مشهور سلسله غزنویان است. گفتم تصنیف، رو کلمات دقت بفرمایید. تألیف یعنی گردآوری شده، از این ور از اون ور یه جای آوردن، اما تصنیف یعنی این که کسی از خودش اون رو می نویسد با توجه به منابع و مآخذ. تألیف با تصنیف فرق دارد و تصنیف ارزشش خیلی بیشتر از تألیف است، چون تألیف از این ور از اون ور جمع میکنه، گردآوری میکنه در حقیقت، ولی تصنیف از خودش، و این کتاب تصنیفه. مأخذ بسیار ارزشمندی است در شرح تاریخ آل سبکتگین از آغاز حکومت آن خاندان تا پایان پادشاهی سلطان ابراهیم، که متاسفانه اکنون تنها بخش اندکی از آن کتاب گرانقدر، این گفتیم اندک ها، اندکی از آن کتاب گرانقدر در دست است و بقیه متاسفانه به دست ما نرسیده. در درازای زمان اون نسخه از 30 مجلد بوده. ابوالفضل بیهقی در سال 385 هجری قمری، یعنی تقریبا 1000 سال قبل، در روستای حارس‌آباد سبزوار ولادت یافت. بنده سبزواری هستم، همونطور که دنبال اسمم هست، و به اون روستای حارس‌آباد رفتم و اون روستا هنوز پابرجاست. بیهقی اهل اونجا بود، در اونجا ولادت یافت و پس از کسب فضائل بسیار در شهر فرهنگ مدار نیشابور، فرهنگ مدار یعنی مدارش بر فرهنگ است، به دیوان رسائل محمود غزنوی راه یافت و با خواجه بونصر مشکان به کار پرداخت. شهر نیشابور بزرگترین شهر خراسان آن زمان بود. نیشابور اسمش هم نشان میده، نه شاپور، نه یعنی شهر، شهر شاپور، شاپور ساسانی. ببین چقدر باید قدیم باشه، مثل اینکه بگوییم شاپورآباد مثلا.
خراسان هم که باز خودتون میدونید خراسان آن بود کزوی خور آسد، خراسان را بود معنی خورآیان، یعنی خورشید از اونجا سر میزده، اینقدر بزرگ بوده پهنای اونجا. مهمترین اثر تاریخ بیهقی، اثر ابوالفضل بیهقی، همین تاریخ مشهور اوست که گفتند 30 مجلد بوده این کتاب، 30 برابر بکنید در اصل، ولی همکنون بخش اندکی از اون کتاب در باره سلطنت مسعود غزنوی، اون مقدارش که مربوط به مسعود غزنوی هست، و همچنین تاریخ خوارزم تا قلبه سلاجقه باقی مونده. بیهقی در کتاب یک کتاب دیگری هم داشته که اسمش بوده است زینت الکتاب، یعنی زینتی برای نویسندگان، کاتبان. کتاب موضوعش آداب کتابت بوده که متاسفانه در دست نیست. پس از این دانشمند بزرگ فقط این یک کتاب که یک سیوم کار او هست در دست به دست ما مونده، برای که در حوادث مختلف، در حمله مغولان، در حوادث مختلفی که در ایران بوده، بسیاری از کتابهای ما اون زمان که چاپ نبود، یک کتاب، یک نسخه، دو نسخه، سه نسخه بود، در حوادث مختلف اینها از بین رفت و به دست ما نرسیده است. اما کتاب تاریخ بیهقی موجود، یعنی همین کتاب، ارزشمندترین کتاب نثر فارسی کهن به شمار می رود که با توجه به محدودیت زمانی که ما الان داریم، قرار 45 دقیقه حد بزنیم، ما در این جلسه تنها به بعضی از ویژگی ها و ارزش های آن کتاب ارزشمند به اختصار اشارت می کنیم. مجدداً یادآوری میکنم که تاریخ بیهقی، برای که قدر این رو بدانیم، گنجینه ای از نکته های اخلاقی گرانبهاست، نه تنها تاریخ که هیچگاه کهنه نخواهد شد، اون نکته های اخلاقی و تا روزگار باقی است، همواره میتواند فراراه انسان های علاقمند به بهره گیری از تجربیات، تجربه های دیگران باشد و بدرخشد. و با توجه به ابیات زیر که منسوب به سعدی است، از عمر دوباره بی‌نیاز گردد. سعدی معتقده که یک انسان باید خدا به او دو تا عمر بدهد، در یک عمر تجربه به کار ببندد، در یک عمر از تجربیات دیگران استفاده کند. اما چه بهتر که ما از این تجربیات بیهقی استفاده کنیم. سعدی میگوید مرد خردمند خرد پیشه را عمر دو بایست در این روزگار، باید خدا دو تا عمر میداد نه یک عمر، تا به یکی تجربه آموختن با دیگری تجربه بردن به کار. اما خدا یک عمر بیشتر نداده، پس ما چیکار میکنیم؟ از عمر دیگران استفاده میکنیم، از تجربیات بیهقی در این کتاب استفاده میکنیم. این پندهای اخلاقی را من در کتاب خودم تحت عنوان آشنایی با تاریخ بیهقی، کتابی من دارم از خودم، کتاب آشنایی با تاریخ بیهقی که اسم منم این زیر هست، در اینجا من آوردم ارزش هایی که این کتاب داره، که در اینجا به دلیل کوتاهی وقت خیلی به اختصار از آنها میگذرم. خب این قسمت اول معرفی بیهقی بود، اما قسمت دوم به الف بود، اونها به تجزیه و تحلیل تاریخ بیهقی، اون چیزی که بحث اصلی ما هست و ارزش های گوناگون آن. یک، تقسیم بندی کردم، ارزش زبانی و واژگانی، که شما اسم رشتتون هست زبان و ادبیات فارسی، نه فقط ادبیات. ما در دانشنامه دکترا و فوق لیسانس می‌نویسیم دکترا در زبان و ادبیات فارسی. این کتاب از جهت زبانی چقدر ارزش دارد؟ واژه‌های زیبا، زیبای فارسی، ترکیبات بیمانند، تعبیرات لغوی، افعال ترکیبی و پیشوندی، افعالی که با یک پیشوند اونا رو یک فعل ساخته، حالا نمونهش رو میگویم، و بالاخره ضرب المثل‌های شیرین فارسی را که ابوالفضل بیهقی
در کتاب خود به کار برده، در کمتر کتابی ما میتوانیم آنها را ببینیم. او از این لحاظ در انتقال زبان متداول خراسان آن روزگار، گفتیم که خراسان چقدر بزرگ بوده، یعنی گاهواره زبان فارسی، در حقیقت گاهواره زبان فارسی در حقیقت خراسان اون روزگار بوده و اکثر شعرای فارسی زبان اهل سرزمین خراسان هستند. از سایر نواحی ایران تعداد کمترند، بیشتر اینجا خراسان هست. واقعا موفقیت کم نظیر و مهمی داره. واژه‌های عربی تاریخ بیهقی، چون میدونید زبان عربی در زبان فارسی خیلی تأثیر گذاشته و خیلی واژه‌های عربی از وقتی که دلیل آمدن اسلام به ایران، بسیاری واژه‌های عربی از متون عربی به فارسی منتقل شده یا از محاوره آنها. اما بنابر تحقیق شادروان ملک الشعرای بهار، بیش از 10% نیست، یعنی تعداد واژه‌های عربی در این کتاب فقط 10%، در حالی که ما کتاب‌هایی داریم که شاید 80% حتی واژه عربی هست، ولی این کتاب فقط 10% هست. ملک الشعرا تحقیق قشنگی کرده در کتاب سبک‌شناسی و بقیه واژه‌ها به جز اسم‌های خاص، خب اسم خاص محمد، حسن، تقی، نمیتونه فارسی باشه، کلمات عربی هم دیگه، به جز اسم‌های خاص فارسی. و این دسته از واژه‌ها نیز، واژه‌ای که آورده، این واژه‌های عربی یا از اونهایی است که معادل فارسی آنها متداول نبوده، اگر فارسیش رو میگفت کسی نمیفهمید، و یا لغات علمی و دینیه، کلمه لغت خمس نمیشه تغییر داد دیگه، یه واژه دینیه، اونا فقط هستن، دینی و دولتی است که از طریق متون علمی و دینی و احکام دولتی به زبان فارسی راه یافته است. بنابراین واژه ها همه فارسی هستند به جز 10% که عرض کردم. بنابراین یکی از ارزش های والای کتاب بیهقی وجود این واژه ها و ترکیبات فارسی سره، سره یعنی خالص، فارسی پاک، که بسیاری از آنها را اگر بیهقی با استعمال خودش جاویدان نمی کرد و در این کتاب به کار نمی رفت، بدون شک مثل خیلی واژه‌های دیگه که از میان رفته، فراموش شده، از میان می رفت و امروز ما دیگر خبری از اون واژه‌ها نداشتیم. اگر بخوام نمونه از این واژه‌های بیهقی یاد کنم که فارسیه، مثلا خازبستن، خوازه می نویسن، خازبستن یعنی تاق نصرت بستن، تاق نصرت، یک جایی جشن عیده یه تاق نصرت میبندن، زینت میدن، بیهقی داره خازه بستن. سمج گرفتن، سین میم جین جی جه، سمج گرفتن یعنی مشغول شدن سپاه به کندن سوراخ‌های در زیر قلعه دشمن، یعنی اون قلعه دشمنه، از زیر نقب میزدن میرفتن، اینه میگن سمج گرفتن. پس میگیم او سمج گرفت، یعنی این کار رو انجام. به راستای کسی کار کردن، یعنی در حق کسی خدمتی یا لطفی انجام دادن، میگم من به راستای پدرت نیکویی کردم، یعنی درباره اون، به راستای کسی. فرابریدن یعنی مسکوت گذاشتن مطلب، خب مسکوت عربیه، ساکت، مسکوت، سکته عربیه، این به جاش فرابریدن داره. مثلا میگه آن امیر حدیث فرابرید، یعنی ساکت گذاشت، داشت حرف میزد، اون موضوع رو ساکت گذاشت، امیر آن حدیث فرابرید. روز سوختن، روز سوختن یعنی چی؟ یعنی تعلل کردن، یعنی وقت گذروندن، وقت عربیه دیگه، وقت، اوقات. حالا اون داره روز را بسوخت، روز را بسوخت، یعنی وقت خودشو ضایع کرد. یا نماز پیشین و نماز دیگر، یعنی نماز ظهر و نماز عصر، نماز پیشین و نماز دیگر،
و جالبه که بدونید کلمه نماز دیگر همین امروز در شهر سبزوار زادگاه من اونجا هنوز زنده است و میگه که نماز دیگر، البته نماز دیگر اون الفش رو تخفیف میده، میگه نماز دیگر به خانه شما آمدم، یعنی عصر، یعنی بعد از ظهر. نماز دیگر به کار میره، هنوز زنده است در سرزمین سبزوار. یا مثال های مانند خرما به بصره بردن، خرما بصره خودش محل خرما است، باز خرما آدم اونجا سوغات ببره، این خیلی خرما به بصره بردن و غیره. به حقیقت با پسوندهایی مثل پسوند میمونه، مثلا پسوند گونه مفهوم نوی به واژه ها میدهد، مانند زمین ترگونه شد. شما الان یک کلمه فرمودید که وقتی باران میاد مرطوب میشه، این داره زمین ترگونه شد. ترگونه یعنی انگار که یک مختصری باران باریده. یا آنجا صلحگونه افتاد، صلحگونه یعنی کاملا صلح نکردن، صلحگونه افتاد یعنی انگار که صلحی مثلا برقرار شد، با کلمه گونه. به این صورت بر ارزش زبان فارسی خیلی افزوده. خب این یک نکته. پس نکته اول شد ارزش واژگانی و واژه های نوع کتاب تاریخ بیهقی و واژه های فارسی سره. دو، ارزش تاریخی کتاب تاریخ بیهقی، ارزشش از جهت تاریخ چقدر ارزش داره. مستند بودن کتاب، مستنده یعنی هر چی میگه سند داره، مستنده. میگیم شما این حرف که میزنید مستنده یا نه، یعنی سند دارید یا ندارید. کتاب تاریخ بیهقی مستنده و ارزش های تاریخی کتاب رو نمیشه انکار کرد. شکی نیست، شکی نداریم ما که بعضی مورخان شرقی مسائل و رویدادهای تاریخی خود را یا چنان که باید تحقیق نکردن، در کتاب تاریخ نوشتن بعضی از شرقی ها، و صرفاً بر اساس شنیده ها یا نوشته های بی اساس دیگران ثبت کردن. یک چیزی شنیده تو تاریخ آورده، سند نداره، مستند نیست. یا تنها به ذکر خیلی که خدمت کرده، تنها به ذکر اخبار جنگ و تولد و وفات، فلان کس کی متولد شد کی مرد، و عزل و نسب حاکمان، اون حاکم در این تاریخ متولد شد در این تاریخ مرد، و تاریخ زمان آن وقایع و از این قبیل مسائل بسنده کردن، تحلیل نکردن. خیلی از مورخان و بیهقی از این گونه تاریخ نویسی انتقاد میکنن. بیهقی میگه این چه کاریه که اینا کردن. اصولا این شیوه را که در تاریخی فقط اکتفا کند به این که مثلا فلان پادشاه فلان سردار را به فلان جنگ فرستاد، خوب کاری کرد یا بد کاری کرد، تحلیل نکرد، و فلان روز صلح کردن، خوب کاری کردن یا نکردن، دل یا این بران یا آن بر این غلبه کرد، مردود می شمارد. من یعنی بیهقی، اما من آنچه واجب است به جای آرم. من مأخذشم در زیر این دادم ها، مأخذ هر کدوم از اینا رو شماره صفحهشم در اینجا دادم. مورخان در بسیاری از تاریخ های ما از علل وقوع حوادث یا نتایج مترتب بر وقایع تاریخی و یا خلق و خوی و آداب و رسوم و نحوه رفتار و صفات انسانی طبقه حاکم و یا بیدادگری ها و ستم ها و ثواب ها، کار درست کردن و ناثواب های آنان سخنی به میان نیاوردن. این بحثی در این زمین ها نکردن. آقا چرا؟ فقط نوشته این آقا اومد کی پادشاه شد کی مرد، میترسیدم که بنویسه. مستند نیست این عبارات و به مقتضای موقعیت حکم راندن و متناسب میل و خواست و رضای حاکمان یا خلفا و امرا و سلاطین زمان سخن گفتن. خواستن ببینن اونا چه چیز رو دوست دارن، این خواسته اونها حرف زدن
واقعیت رو ننوشتن خیلی از مورخان دیگر آنها در حوادث تاریخی خود اظهار نظر و بیان رأی نکردند خیلی از اون مورخان شرقی رو داره انتقاد میکنه و در بسیاری موارد به گزافه‌گویی زیاد اغراق کردن گزافه‌گویی و تملق از فرمان روایان وقت پرداختن تملق کرده اون پادشاه یا حاکم مرکز بوده هی برای اون تعریف کرده بی مورد اما روال کار بیهقی لون دیگر دارد لون یعنی رنگ یه رنگ دیگری دارد او اعتقاد دارد در دیگر کتاب های تاریخ این تفصیل و جزنگری وجود ندارد اونجور که من تفصیل کردم بیهقی میگوید این وجود ندارد زیرا آنها اوضاع و حوادث و ماجراهای تاریخی و اعمال و کردار را سهل شمرده اند و مختصری بیش نگفته اند بیهقی میگه اما او که این کار مهم را آغاز کرده است حق مطلب را ادا خواهد کرد و به جزئیات بیهقی و به جزئیات و نهفته ها و پنهانی ها خواهد پرداخت تا چیزی از آنها را پنهان نگذارد و البته در این صورت از خوانندگان توقع دارد که کار او را ملال افزا نشمارند به خوانندگان خودش میگه بیهقی خیال نکنید من خیلی پرگویی پرحرفی کردم من خواستم واقعیت رو به شما نشان بدهم چه هیچ نوشته ای نیست که به یک بار خواندن نیرزد بیهقی میگه هر نوشته ای به یک بار خواندن میارد و در هر صورت هر داستانی لطف خاص خود را دارد خود بیهقی میگوید این عبارت سند من رو بر این مطلبی که گفتم از خود کتاب نقل میکنم صفحش هم ذکر کردم در اینجا در دیگر تواریخ چنین طول و عرض نیست که احوال را آسان‌تر گرفتند و شمه بیش یاد نکردن یک اشارتی فقط کردن اما من بیهقی اما من چون این کار پیش گرفتم میخواهم که داد این تاریخ به تمامی بدهم و گرد زوایا گوشه ها و گرد زوایا و خبایا برگردم تا هیچ چیز از احوال پوشیده نماند و اگر این کتاب دراز شود خوانندگان را از خواندن ملالت افزاید اگر خسته شدید از خواندن من طمع دارم به فضل ایشان یعنی خوانندگان که مرا از مبرمان یعنی ملال آورندگان یعنی کسانی که ملالت میارن منو از مبرمان نشمارن که هیچ چیز نیست که به خواندن نیرزد که آخر هیچ حکایت از نکته‌ای که به کار آید خالی نباشد صفحش هم ذکر کردم صفحه 11 بیهقی از قرض‌ورزی هایی که قرض با یک کسی دشمنی داشته علیه اون نوشته در تاریخش یک آدمی بیهقی از قرض‌ورزی هایی که بسیاری تاریخ نویسان به آن آلودند دوری میگزیند و نیز از ذکر بایدها اون کاری که باید اینجوری باشه دریغ نورزیده است مثلا مسعود غزنوی را که خود در دستگاه او کار میکرده ازش انتقاد میکنه مسعود غزنوی پادشاه قدر قدرت بیهقی در با اون کار داره میکنه ولی هر دو خلاف میکنه میگه آقای مسعود تو اشتباه کردی در چند جا مورد انتقاد قرار میدهد یعنی بیهقی ولی نعمت خودش رو رئیس خودش رو مسعود غزنوی را مورد انتقاد قرار میدهد و نکوهی و می نکوهد نکوهش میکنه و در این خصوص نکته شایان ذکر این است که چون بیهقی تاریخش را به امر کسی ننوشته کسی به اون نگفته تو بیا تاریخ بنویس که مجبور باشه طبق میل اون بنویسه
در قبال کسی تعهدی نداشته که از کسی بیخودی تعریف کنه. آنچه دلش خواست بگو گفته است. بنابراین این نکته بسیار بسیار مهمیه و نکته بی‌نظیری است و حقیقت گویی او از امتیازات اوست. از امتیازات این کتاب حقیقت گویی است، میشه بهش اعتماد کرد، بهش اطمینان کرد. از امتیازات این ارزشمند این کتاب او محسوب میشه. یک نکته دیگر، از این هم میگذریم، یک نکته دیگر در همین خصوص که در ذکر ارزش‌های تاریخ او نباید از یاد برد، این است که بیهقی در کار تاریخ نویسی خود را ملزم می‌کند که نوشته‌هایش، یک تعهد کرده بیهقی، یک تعهد کرده که نوشته‌هایش یا مبتنی بر مشاهده شخصی او باشد، یعنی خودش با چشمش دیده حالا می‌خواد در تاریخ بنویسه، یا این که آنها را از شخص مورد اعتمادی شنیده باشد. ترک کرده یا من هرچه در این کتاب میارم یا با چشمم دیدم یا از یک آدمی که او با چشمش دیده و نوشته از اون نقل میکنم، از خودم نمی نویسم هیچی. خود او میگوید این عبارت، عبارت از کتاب: من که این تاریخ پیش گرفتم التزام اینقدر بکردم، یعنی خودم رو مجبور کردم، تا آنچه نویسم یا از معاینه، عین یعنی چشم، معاینه یعنی با چشم دیدن، یا از معاینه من است یا از سماع یعنی شنیدن، یا از سماع درست از مردی ثقه، اونم نه هر کسی که بگه من حرف اون رو قبول کنم، نه، یک آدم ثقه، یک آدم موثق مورد اطمینان. ثقه با سه سنخته نوشته میشه و قاف. این دو شرط بسیار مهم، این دو شرط بسیار مهم که آدم یا خودش دیده باشه یا از کسی که او دیده و نوشته باشه، که مورخ با خود عهد کند که هر چرا می نویسد در درجه نخست باید با چشم دیده باشد یا حداقل از منبع موثقی شنیده باشد، از جمله شرایطی است که بالاترین اعتبار را به این کتاب ارزشمند داده است. به یقین بر این باور است که اخبار پیشینیان به دو گونه تقسیم می‌گردند. عقیده به یقین در همین کتاب گذشتگان، پیشینیان، پیشینیان یا پسینیان، یعنی اونایی که پیش از یا پس از ما بودن، پیشینیان، اونا اخبار اونها دو دسته است، دو جور هستند که سومی ندارد. یا باید آنها را از گویندهی مورد اطمینان و راستگوی شنید، یک آدم که میدونیم از او میشنیدیم، یا در کتابی خواند و البته خرد نیز باید درستی شهید شنیده ها را تایید کند. ضمن این که از یک آدم مطمئنی میشنویم، عقل آدم هم این رو قبول بکنه. بعضی وقتا یک چیزی نوشتن در کتاب یک آدم رو مطمئنی نوشته، اما عقل آدم اینها رو قبول نمیکنه. و با گفتار خداوند هم مغایرت نداشته باشد، خلاف شرع هم نباشه، یعنی خلاف دین هم نباشد. مطالبی هم که در کتابی خوانده میشود شرایطی دارد. کسی که آنها رو میشنود باور دارد و با موازین عقل همخوانی داشته باشه. خب این در کتاب نوشته، مورد اطمینان است، عقل هم این آدم، عقل سالم هم این رو قبول بکنه. همچنین بخردان آنها را بپذیرن، افراد خردمند هم اینو قبول داشته باشن، بگن این درسته، مال جن و پری و این حرفا نیست. کلام او در این مورد چنین است: این گفته بیهقی در این خصوص که من گفتم، هر حرفی که زدم و سندش رو از اینجا آوردم، کلام این بیهقی اینجوری است: اخبار گذشته را دو قسم گویند. خبرهای گذشته ها دو جوره که آن را سه دیگر نشناسند، سومی نداره، فقط دو جوره: یا از کسی بباید شنید یا از کتابی بباید خواند. معلومه و شرط آن، و شرط آن است که گوینده باید ثقه، با تکرار میکنم، با سه نقطه و قاف، یعنی
مورد اعتماد موثق موثوق باید از ثقه و راستگو باشد و نیز خرد گواهی دهد که آن خبر درست است. عقل آدم همونه قبول بکنه. حالا شاهد بیارین میبینید که بعضی حرفا رو عقل قبول نمیکنه. و نصرت دهد کلام خدا آن را. کلام خدا هم این رو قبول داشته باشه. خدا هم اون رو مردود ند، مخالف شرع نباشه به اصطلاح، به عبارت دیگر. و کتاب همچنان است که هرچه خوانده آید از اخبار که خرد آن را رد نکند، شنونده آن را باور دارد و خردمندان آن را بشنوند و فرا ستانند. در صفحه 666 تاریخ بیهقی. اینم تمام شد. یکی از انتقادها، انتقاد خردگیری، یکی از انتقادهای لطیف بیهقی از بعضی مورخان این است که مطالب عامیانه را عوام در تاریخ خود می آورند. مطالب معمولی عامیانه تا مردان عامی را، آدم های بی سواد رو راضی کنند، خوشنود کنند، غافل از این که عامیگری را رواج می دهند. عامیگری یعنی حرف آدم عوام و نفهم رو نقل کردن. یه آدم بی سواد که سوادی نداره. و هم انتقاد تاریخی را رها می کنند. ضمناً انتقاد تاریخی هم نکردند. بیهقی می نویسد، جمله خیلی جالبه، باید نقل از کتاب بیهقی: بیشتر مردم عامه آنند که باطل ممتنع را دوستر می دارن. یک چیز نادرستی را عوام الناس که بی سواد هستن بیشتر دوست دارن، چون اخبار دیو از قول دیو، پری، جن و قول بیابان و کوه و دریا که احمقی، یک آدم نادانی هنگامه ای سازد و گروهی همچون او گرد آیند و او میگوید، اون آدم دیوانه سر کوچه یک محله شروع کرده حرف میزنه، او میگه در فلان دریا جزیره ای دیدم، 500 تن جایی فرود آمدیم و آن جزیره نان پختیم و دیکان هادیم در اون جزیره، چون آتش تیز شد و تبش بدان زمین رسید، آن ناگهان از بین رفت. از جای برم، یه جزیره بود در فلان دریا، اون آدم های عوام پسند میگن، یک جزیره بود در فلان دریا، ما رفتیم روش نون پختیم فلان کردیم، بعد یک مرتبه جزیره غیب شد، معلوم میشه پشت یک ماهی بوده. مثلا این دروغ ها رو سر هم میکنن. نگاه کردیم ماهی بود و به فلان کوه چنین و چنان چیزها دیدم، در یک کوهی قول دیدم، فلان دیدم و پیرزنی جادوگر مردی را خر کرد. یک پیرزن جادو یک آدم رو تبدیل به یک حیوانی به نام خر و الاغ کرد، اونو تبدیل به این کرد. اون آقا میگه ها، اون حرفا میخواد بگه این حرفای عوام پسند رو نباید قبول کرد. و پیرزن دیگر که جادو بود، گوش او را با یک روغن بیندود تا مردم گشت. او خر کرد، او یکی دیگه آمد روغن به گوشش مالید، اون خر آدم شد. این دروغ از این حرفا، اینا بیهقی ها بود. و آن چه بدین ماند از خرافات که خواب آرد نادان را چون شب برایشون خوابن. اینا برای این بوده که بخواد بخوابه، از اینها میگفتن که اون خوابش ببره. اینا اینو به عنوان تاریخ نقل کردن. و آن کسان که سخن راست خواهند تا باور دارند، ایشان را از دانایان شمارند. اون کسی که دنبال حقیقت میگن. و سخت اندک است عدد ایشان، نیکو را فرا ستانند و سخن زشت را بیندازند. افراد خوب دنبال این حرفا نمیروند. خب دو موضوع گفتیم تا حالا، یکی ارزش تاریخی بود، یکی ارزش زبانی بود. موضوع سوم، ارزش مواعظ، موعظه و اندرزها و پندهای تاریخ بیهقی، پندهایی که با عمری تجربه. الان شعر سعدی رو خوندم دیگه، مرد خردمند خرد پیشه را عمر دو بایست در این روزگار، تا به یکی تجربه آموختن با دیگری تجربه بردن بکار. از این پندها باید استفاده کرد. اون پندها چه هست؟ اندرزدهی، اندرز، پند،
و عبرت آموزی یکی دیگر از امتیازات تاریخ بیهقی است. او در خلال حوادثی که پیش می آید نیکی ها را از بدی ها باز می نمایاند، یعنی نشان می ده و با آنها عرض می نهد و بدی ها و بیدادگری ها را محکوم می سازد. میگه این کار زشتیه و این یکی از بهترین بهره هایی است که نصیب خواننده کتاب او می گردد. اندرس ها و تجربیاتی که آدم پندهایی که از بیهقی استفاده می کنه. بیهقی حتی اگر مجالی برای فرصتی برای شرح و توضیحات و مطالب نیابد، با جمله بسیار کوتاه، خیلی کوتاه، رسالت و تعهد خودش رو در این مورد به انجام میرساند. مثلا پس از ذکر ستمها و بیدادگریها و رفتار نابهنجار بوسهل زوزنی اضافه میکند در دنبال کار، وقتی که حرفای بوسهل زوزنی میشماره در آخر میگه اگر کرد دید و چشید. چقدر جمله قشنگیه. اگر این کار کرد به سزای اعمالش هم رسید، پس توی انسان این کارهای بد رو نکن. بیهقی این شیوه پسندیده را، یعنی پند دادن رو، هرگز از یاد نمیبرد. لابلای عبارات و سطرهای او مشهون هست. مشهون یعنی پر، پر هست از عبرت ها و پند ها و اندرز های دلنشین. خود او نیز بارها به این نکته ظریف اشارت دارد که مثلا این گفته بیهقینه و این قصه های دراز از نوادری و نکتهی و عبرتی خالی نباشد. خودش این حرف زده و به فاصله چند سطر در همان صفحه میخوانیم که و من که بلفضلم، بلفضل بیهقی، و من که بلفضلم کتاب بسیار فرو نگریستم. بجای کلمه قرائت عربی، فرو نگریستن یعنی خوندن و قرائت کردن، خاصه اخبار و از آن التقاطها کرده، اینها رو مخلوط کردم در میانه این تاریخ، چون این سخنها از برای آن آرم، در میان این کتاب این سخنهای پن رو از برای آن آرم، تا خفتگان، افرادی که در خواب هستند و به دنیا فریفته شدگان بیدار شوند و هر کس آن کند که امروز و فردا او را سود دارد. کار بکنه که به دردش بخوره. کار بیهوده نمیخوام من پند بیهوده بهش بدم. کتاب تاریخ بیهقی داستانهای آموزنده، خسته نشید الان تمام میشه، کتاب تاریخ بیهقی داستانهای آموزنده بسیار دارد. هر سطری و عبارتی و حکایتی که بیان میکند نکته عبرت آموز به همراه دارد. مثلا در مرگ خوارزمشاه وقتی میمیره به خواننده تاریخ خود چنین پند میدهد، این جمله بیهقیش، خردمند آن است که دست در قناعت زند، قناعت بکنه که برهنه آمده است و برهنه خواهد گذشت. لباس نداشت وقتی متولد شد، وقتی هم که از این جهان برود بی لباس خواهد شد. برهنه آمده، برای چه جمع میکنی؟ برای کی؟ برای بچه ها فردا بگن بابای ما کم برای ما گذاشت. و یا در مرگ احمد ابن حسن میمندی وقتی میمیره، احمد حسن میمندی وزیر، میدونید، تحسر و تأثر عبرت آموز خود را چنین باز می نمایاند، این جمله، این عبارت، به مرگ این محتشم، این آدم با حشمت، به مرگ این محتشم شهامت و دیانت و کفایت و بزرگی بمرد. این که مرد، این صفات خوب هم مردن و این جهان گذرنده را خلود نیست، این دنیا مخلط نیست، جاویدان نیست. خلود یعنی جاویدان.
و همه بر کاروانگاهیم، انگار سر راهی کاروانیم که ما رو با خودش میبره و پس یکدیگر میرویم و هیچ کس را اینجا یعنی در این دنیا مقام نخواهد بود. چنان باید زیست که پس از مرگ دعای نیک کنند. و خواجه بونصر مشکان که این محتشم را مرثیه گفت هم به هرات بمرد و به عجب بماندم، تعجب میکنم از حرص و مناقشت با یک دیگر دعوا کردن با یک دیگر و چندین وتر و بال حساب و تبعد که درویش گرسنه در مهنت و زهیر یعنی ناله و توانگر با همه نعمت چون مرگ فراز آید از یک دیگر بازشون نتوان شناخت. اون ثروتمند همه چیزها داره، اون فقیر هم هیچی نداره، ولی وقتی مرگ می آید هر دوتا مساوی هست. مرد آن است که پس از مرگ نامش زنده بماند. رودکی گفت، بیهقی میگه رودکی گفت زندگانی چه کوته و چه دراز، نه به آخر بمرد باید باز. چه کوته چه دراز، نه باید بگه مرد. داستان حسنک وزیر چندین بیته، من یه بیتیشو فقط خوندم باز در صفحه 365. داستان آخرشه، داستان حسنک وزیر و حوادث آخرین ها خسته نشید. داستان حسنک وزیر و حوادث و وقایعی که رخ میدهد، داستان حسنک رو شاید خونده باشید، صحنه هایی پر از پند و اندر به همراه دارد. بدتینتی، تینت، زشت خویی، یه بوسهل، بوسهل زوزنی از یک سو، و ستمهایی که بر حسنک بیگناه روا داشته می آید از سوی دیگر، و داوری های بزرگوارانه و دادگرانه خواجه احمد حسن، داوری های خیلی خوب می کنه در این میانه، همه و همه درس عبرتی برای خوانندگان این کتاب، این کتاب گرانقدر تواند بود. بیهقی در پایان داستان و پس از مرگ حسنک میگوید، تمام کشه داستان حسنک، آخرین جمله های داستان حسنک، او رفت و این قوم که این مکر ساخته بودن نیز برفتن، رحمت الله علیهم. و این افسانه است با بسیار عبرت، داستان حسنک وزیر، و این همه اسباب منازعت، دعوا، نزاع و مکاوحت و هم به همین معنی از بحر پوتام مالی به ارزش دنیا به یک سوی نهادن، همه را انداختن رفتن. احمق مردا، احمق مردا که دل در این جهان بندد که نعمتی بدهد این دنیا، نعمتی بدهد و زشت یعنی بزشتی باز بگیرد. رودکی گوید به سرای سپنج مهمان را دل نهادن همیشگی نرواست، زیر خاک اندرونت باید خوب، گرچه اکنونت خواب بر دیباست، اگرچه الان روی دیبا میخوابی ولی اون زمان بر روی خاک بخوابی. ارزش های تاریخ بیهقی ارزش های بسیار زیادی دارد که من اونها رو دیگه ارزش فعلا میگذارم. ارزش های دیگری که دارد کتاب تاریخ بیهقی، من فقط اشاره میکنم، ارزش هنری دارد، ارزش نامنگاری دارد، ارزش جغرافیایی دارد. بسیاری شهرهایی که امروز ما در کتاب ها میخونیم اسمشون رو فقط میدونیم در قدیم بوده و مشخصات اون شهرها که در کجا قرار داشته در تاریخ بیهقی هست. پس ارزش جغرافیایی هم دارد. هنر نویسندگی رو با آدم یاد میده. فرهنگ شرقی، ما همه شرقی هستیم، ما فرهنگ شرقی و ایرانی رو در این کتاب ما میتونیم ببینیم، عبرت گیری رو میتونیم ببینیم و غیره، که اگر توفیقی بود انشالله در آینده اونها رو هم به تفصیل اون ارزش ها رو خواهیم گفت. این رو برای این گفتم که بدانید فقط من سه مورد اشاره کردم دیگه در اینجا
فقط سه مورد رو گفتم، ارزش‌های بسیار زیادی دارد که انشالله در آینده اگر فرصتی بود شما رو به خدا می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.